سازمان بهداشت جهانی نسبت به افزایش خطر فلج اطفال در افغانستان در بحبوحه بازگشت مهاجران از پاکستان هشدار داد. با هم گزارش میلاد شادمان را ببینیم. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده است که بازگرداندن مهاجران از پاکستان به کشورشان خطر شیوع ویروس فلج اطفال یا گسترش و فراگیری بیماری فلج اطفال در افغانستان را در میان موج بازگشت مهاجران از پاکستان افزایش داده است. سازمان بهداشت جهانی طی بیانیه‌ای در 37مین نشست کمیته اضطراری ریشه‌کن کردن فلج اطفال اعلام کرد که خطر ابتلای کودکان به این ویروس در پی بازگشت مهاجران از پاکستان و افغانستان افزایش یافته است. در بیانیه سازمان جهانی بهداشت آمده است که در 4 ماه گذشته هیچ مورد مثبت فلج اطفال در افغانستان ثبت نشده است. اما بازگشت مهاجران در شرایط فعلی یک تهدید بزرگ است. در همین حال کمیته اضطراری ریشه‌کن کردن فلج اطفال از فعال شدن طرح اضطراری برای ریشه‌کن کردن فلج اطفال در افغانستان خبر داده است. با این وجود افغانستان و پاکستان دو کشوری در جهان هستند که ویروس فلج اطفال در آنها جان کودکان را تهدید می‌کند. تنها در بهار سال جاری 5 مورد مثبت فلج اطفال در این کشور گزارش شده است. گفتنی است که پس از گذشت چندین ماه هیچ مورد جدیدی از فلج اطفال در افغانستان گزارش نشده است. میلاد شادمان، خبرگزاری اخبارشیه. در این مورد همراه هستیم با دکتر سید علی مصباح، پزشک متخصص از کابل که با ما همراه هستند. سلام و وقتتون بخیر. آقای مصباح، با توجه به گزارش سازمان جهانی بهداشت برای جلوگیری از فراگیر شدن فلج اطفال در افغانستان، چه کارهایی توسط مراکز مسئول باید صورت بگیرد؟ سلام علیکم خدمت شما و خدمت همه بینندگان محترم. وزارت بهداشت افغانستان به عنوان یک نهاد مسئول و معتبر در سطح افغانستان موظف است که به همه مهاجرینی که از پاکستان وارد افغانستان میشن همه توجه و همت خودشان را متمرکز بکند و در این را از همه اطفال و همه اطفال تا سن 15 سال را تحت پوشش قرار بدهد و مسیرهایی که از پاکستان مسیر گذر مهاجرین هست اینا را تحت پوشش قرار بدهد و برنامه آگاهی بخشی را در سطح افغانستان بالا ببرد تا موارد مشکوک به فلج اطفال بازیابی شود و شناسایی شود. این موارد بسیار مهم است به عنوان یک کمپاین و پویش این به عنوان در دستور کار وزارت بهداشت افغانستان باید قرار بگیرد. یکی خب اولا یک مرکزی برام مرکز تماس تلفنی برای گزارش دهی و اطلاع رسانی و حل مشکل مردم از این ناحیه را افتتاح کرده تا مردم در از سراسر نقاط افغانستان بتوانند یک چنین ارتباطی را با مراکز مسئول داشته باشند. بله. و از طرف دیگر برنامه واکسیناسیون خانه به خانه را وزارت بهداشت افغانستان در سطح کشور حداقل در 24 ولایت روی دست گرفته که این کمپاین و این پویش جدید از سر از روز دوشنبه فردا آغاز میشه تا روز پنجشنبه ادامه پیدا میکنه. این خبر بسیار خوش است. و از طرف دیگر بودجه ای را به ارزش 4.8 میلیارد دلار از طرف کشورهای پول دهنده در نظر گرفته که انشاءالله این تخصیص داده شود و جمع‌آوری شود برای ایجاد یک چنین کمپاینی. این بسیار اهمیت دارد. و از طرف دیگر این آماری که ما تا الان داریم در کشور پاکستان و در کشور افغانستان، در همین دو کشور 12 مورد پولیو یا فلج اطفال گزارش داده شده که 6 مورد آن در افغانستان هست و این 6 مورد انشاءالله که بالا نرود.
انشالله. وظیفه مردم و خانواده ها در این رابطه برای پیشگیری از فراگیر شدن آن چه می باشد؟ خب مردم، همه این مردم موظف هستند که در با این پدیده به صورت بسیار جدی برخورد بکند و تمام اطفال زیر 5 سال خودشان را به مراکز واکسیناسیون منتقل بکنند و ارجاع بدهند تا واکسین فلو دریافت بکنند و از طرف دیگر مردم آگاهیشان را بالا ببرند و هم سه همکاری نسبت به هم دیگر داشته باشند تا خدای نخواسته این بیماری با موج مهاجرتی که ایجاد شده، برگشت مهاجرین از پاکستان و افغانستان گسترش پیدا نکنند و همکاری مردم با وزارت بهداشت افغانستان بسیار اهمیت بالا دارد. بله جناب مصباح، در صورت بروز این بیماری راهکار مقابله با آن و معالجه ای که میتوان نسبت به آن داشت چه چیزهایی میتواند باشد؟ البته مراکزی که مراکز واکسیناسیون به حد گسترده و کافی در دسترس مردم قرار داره و مردم از این ناحیه خیالشون راحت هست و مردم همکاری بکنن به این مراکز مراجعه بکنن و برای معالجه بیمارها همکاری بکنن. خب این مراکز مجهز هست الحمدلله و میتونن که این مراکز تحت پوشش قرار بده چون بیماران رو، ولی از هر گونه تماسی که ایجاد شده بین مریض و بین دیگران حتی موارد مشکوک خودداری بکنن و به اسرع وقت و بدون زیاد و لاف وقت به کار بشن.